عابد آذریه اشعار ادونیس بزرگترین شاعر معاصر جهان عرب را می‌خواند. عابد آذریه در سال 1945 در حلب متولد شد و در سن 22 سالگی برای تحصیل موسیقی کلاسیک غربی در پاریس مستقر شد. او در آلبوم جدیدش با ادونیس شاعر مشهور همکاری کرده است. و عاشق ترتیلة فی بلادی. فی عشر قصاید انا. ده شعری را که برای آلبوم جدیدم انتخاب کردم و برایشان موسیقی نوشتم از نظر من شعر نوی عرب است. یعنی مثل لکی القصیده الجدیده اللي كتب ادونیس هي القصيده الشعريه. برخی اوقات یک شعر حاوی 60 کلمه یا حتی کمتر است، ولی این اشعار مانند ابری است که ما را به مکان‌های ناشناخته و عجیب منتقل می‌کند. بتقودنا لمكان مكان غريب ما بنعرفه. علی سعید اسپر با نام مستعار ادونیس، شاعر و مقاله نویس سوریه‌ای، متولد سال 1930 و استاد دانشگاه سوربن پاریس بوده است. زندگی ادونیس و عابد آذریه شبیه هم است. هر دو سوریه را ترک و در فرانسه مستقر شدند و به همین دلیل با فرهنگ غربی آشنایی کامل دارند. نظر الى الماضي المشترك و بعتقد نظر الى الماضي المشترك. ما همچنین دیدی مشترک از گذشته داریم. گذشته مشترکی که باعث وحدت دیدگاه‌هایمان می‌شود. بنابراین ما بر بیش از یک جنبه از درکمان از جهانی که احاطه ما می‌کند توافق نظر داریم. ففيه فنحن نلتقي على اكثر من صعيد فيما يتعلق بفهم العالم المحيط بنا وفيما يتعلق محصول خلاق این جهان به عنوان مثال روابط بین شرق و غرب و روابط سوریه میهنمون با تمدن غربی است. بلدنا المشترك السوري بالحضاره الغربيه. ذلك الطفل الذي كنت وتاني مرة وجها غريبا لم يقل شيئا. تمام زندگیم سعی کردم به زبان عربی خدمت کنم، چون این زبان دارای حافظه‌ای باستانی از آگاهی و ناآگاهی است، از هوا و ماده، از آشکار و نهان، درست مانند شعر. ولی شعر هنری نیست که نیاز به پرگویی داشته باشد. با 50 یا حتی 30 کلمه شما قادر به گفتن محتوای بیش از 20 کتاب هستید. شعر ما فيه سرسرا ب 50 كلمة أو 30 كلمة ممكن تقول شغلة أكثر من 20 رواية. افکار ادونیس بر مبنای فلسفه صوفیگری نوین و در جستجوی بودی عمیق و عرفانی در اسلام است. موسیقی راه را برای ارتباط مستقیم بین بدن انسان و بدنی جهانی باز می کند. للعلاقات المباشرة بين الجسد الإنساني والجسد الكوني. آن پل‌های وحدت بین انسان و جهان اطراف را می‌سازد. لإقامت هذه الوحدة بين الإنسان والكون. برای عابد آذریه شعر در اصل موسیقی است که به کلمات تبدیل شده است. در تعبیری که آذریه از اشعار ادونیس دارد، کلمات به اصل خود برمی‌گردند و دوباره تبدیل به موسیقی می‌شوند. سی دی و دی وی دی عابد آذریه ادونیس می‌خواند منتشر شده است. ادعوك ان تقول